پلیس در دام فریب گروه طالبان. 28 سرباز پس از تسلیمی در گیزاب روزگان کشته شدند. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. پلیس در دام فریب طالبان. 28 سرباز پس از تسلیمی در گیزاب روزگان کشته شدند. مقام های محلی در ولایت روزگان کشته شدن 28 سرباز پلیس ملی و محلی را در ولسوالی گیزاب این ولایت به دست طالبان تایید کردند. از چند روز به این سو جنگ شدید بین نیروهای امنیتی و طالبان در گیزاب جریان داشت و نیروهای امنیتی از چند پاسگاه به گفته مقام های محلی عقب نشینی تکتیکی کرده بودند. زرگی بادی سخنگوی والی اروزگان روز چهارشنبه دوم میزان گفت که برخی از نیروهای امنیتی در پاسگاه هایشان در محاصره شدید قرار داشتند، اما شمار زیادی از این نیروها به مرکز رسیده بودند. با گفته عبادی، طالبان به نیروهای امنیتی که در محاصره قرار داشتند وعده داده بودند که اگر تسلیم شوند آنها را به سلامت به خانهایشان می فرستند و تنها اسلحه آنها را کار دارند. سخنگوی والی اروزگان گفت که طالبان خلاف این تعهد خود 28 نیروی امنیتی را پس از تسلیم شدن به شهادت رساندند. زرگی بادی گفت که اجساد این سربازان شام روز سه‌شنبه به دست آمده است. سخنگوی والی اروزگان بیشتر گفته بود که شبکه مخابراتی در ولسوالی اروزگان پس از حمله طالبان قطع شده است و برقراری ارتباط با این ولسوالی ممکن نیست. آقای عبادی اما روز چهارشنبه گفت که وضعیت در ولسوالی گیزاب در کنترل نیروهای امنیتی قرار گرفته است. سخنگوی والی اروزگان گفت که نیروهای امنیتی تازه نفس به این ولسوالی اعزام و مستقر شدند. پیشتر نیز گزارش شده بود که حدود 30 نیروی امنیتی در حمله طالبان در ولسوالی گیزاب کشته شدند. این گزارش ها اما از سوی مقام های محلی اروزگان تایید نشده بود. گروه طالبان تا کنون در این باره چیزی نگفتند. این در حال است که ناامنی در ولایت نیمروز آرامش مردم این ولایت را گرفته است. اخیراً جنگجویان طالبان در مرکز شهر زرنج بر پاسگاه های نیروهای امنیتی گلوله باری کردند. بر اساس آمار رویدادهای گوناگون ناامنی در ولایت نیمروز، در کمتر از دو ماه گذشته بیش از 20 تن از نیروهای امنیتی در جریان درگیری با طالبان کشته و بیش از 20 تن از این نیروها زخمی شدند. شماری از کنشگران مدنی از افزایش ناامنی در این ولایت ابراز نگرانی کرد و میگویند امنیت این ولایت دست خوش آزادی زندانیان طالبان شده است. با باور این کنشگران، مقام های محلی نیمروز در تأمین امنیت این ولایت ناکام بودند و گاه طالبان تا فاصله 2 کیلومتری دفتر والی پیشروی کردند. مقام های محلی در ولایت نیمروز میگویند برای برطرف شدن این دشواری ها بیشتر تلاش می کنند تا آرامش نسبی این ولایت دوباره بازگردد. مسئولان امنیتی در نیمروز از کمبود تشکیل این نیروها گلایه دارند و کمبود نیرو و تجهیزات جنگی را از مشکلات اساسی فراروی امنیت این ولایت عنوان می کنند. محمد صادق بلوچ از کنشگران مدنی در ولایت نیمروز در گفتگو با روزنامه 8 صبح می گوید برای تأمین امنیت این ولایت مسئولان توجه چندانی ندارند و هر روز ساحه ناامنی ها گسترش می یابد. با باور او ناامنی های اخیر در ولایت نیمروز بی سابقه می باشد و در دو دهه گذشته به این میزان از ناامنی رخ نداده بود. با باور کنشگران مدنی و برخی از اعضای شورای ولایتی نیمروز، پس از رهایی زندانیان طالبان، امنیت نسبی این ولایت دست خوش تصمیم حکومت مرکزی گردید و جنگجویان این گروه
آتش جنگ را شعله ور کردند. با باور برخی از اعضای شورای ولایتی نیمروز، این ولایت قبل از آزادی زندانیان طالبان از جمله ولایات نسبتاً امن در غرب کشور بود، اما آن را ناامن ترین ولایت حوزه غرب می دانند که آرامش مردم با آزادی طالبان از آنان گرفته شده است. نعمت الله صدیقی، عضو شورای ولایتی نیمروز، بر روزنامه 8 صبح می گوید متاسفانه برای مهار ویروس کرونا و پس از رهایی زندانیان طالبان، امنیت نسبی ولایت نیمروز دست خوش این تصمیم حکومت شد و باعث گردید این ولایت نسبتاً امن و ناامن‌ترین ولایت جنوب غرب بدل شود. آقای صدیقی می افزاید در تازه ترین رویداد ناامنی در نیمروز، جنگجویان طالبان و پاسگاه شش آوه در ولسوالی خاشرود حمله کردند که در این زد و خورد 7 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند. او می افزاید این درگیری چند ساعت ادامه داشت. بر اساس آماری که این عضو شورای ولایتی در اختیار روزنامه 8 صبح گذاشت، در کمتر از 2 ماه گذشته طالبان نخستین حمله را بر فرماندهی پلیس و مدیریت امنیت ملی ولسوالی چهاربرجک اجرا کردند که در آن 7 تن از نیروهای ملکی و نظامی کشته شدند و 18 تن دیگر زخم برداشتند. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید. منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.